امروز قراره یه پمپ هیدرولیک خیلی سلام، یاسین نجفی هم خیلی خوش اومدید به استدیو کمپانی یا یه. این بار قراره متفاوت بشه، یه نمای کوچیکی ببین، قراره یه همچین چیزی داشته باشیم. اول از همه مواد اولیه، قراره یه سری چیزایی که تو خونه هممون پیدا میشه توی این توپ جنگی خفنمون داشته باشیم. خب اولی موردش سیستم پنوماتیکه. یعنی چی؟ یه سیستم پنوماتیکی کاملا نیستش، یه دونه کمپرسور میخوایم. قطعا یه همچین دستگاهی دیدی بهش میگن کمپرسور، کارش تولید هواه. خب میاد هوای اتمسفر برای ما میگیره، فشرده میکنه، میده بیرون. خیلی ساده این کار برای ما انجام میده. کوچیکترین مدلش از خاله میخوای بگیری، از عمه، خلاصه از هر کسی تونستی یه دونه کمپرسور بپیچون بیار، میخوای یه ویدیو باحال بسازی. اوکی، بعدش که همچین چیزی دیدی، شما یه دونه شیلنگ پنوماتیک میخوای و اتصالات پنوماتیک که بیاد هدایت کنه این هوا رو برسونه به قطعه مورد نظر ما. خب شیلنگم به همین روش با استفاده از اتصالات وصل میکنی به کمپرسورت. خروجی کارو میای میبینی فعلا هیچی نداریم، پس احتیاج به یک لوله داریم. اصلا توپ جنگی که از این چرخ ها نداشته باشه اصلا قشنگ نیستش، پس میایم این لوله ها رو کوچیک کوچیک میبریم به یه همچین شکلی درش میبریم. همچین شکلی تر و تمیز در میاد، اگه یه مقدار روش کار کنی قطعا شاید از این بهترم در بیاد. قطعه بعدی میخ. میخو که دیگه داری قطعا خونه. پنج تا اینور، پنج تا اینور، چرخ ما اومده.
دو تا چرخ داریم که خب هر کدومشون یه وری داره میره. خب اگه اینا رو بخوایم به هم دیگه وصل کنیم، به یه قطعه دیگه احتیاج داریم. وصل شدن اینا رو هم ببین. کار کم کم داره شکل میگیره. نه دیگه به چی احتیاج داری؟ سب کن فکرم خودم اینجا داشتم. آره این، آها این ماجیک. خب ماجیک هم داره دیگه، سعی کردم دم دست ترین وسایل باشه. اینم شما با دندون، نه با یه همچین روشی خارجش بود. خروجی کار میاد وصل میشه روی توپ ما، اما نه ثابت، چون جدا شدنش هم به قشنگی کار کمک میکنه. خب یه همچین لوله‌ای ما داریم که شبیه به لوله توپمونه. اوکی این قراره بیاد وایسته روی دوتا چرخ ما و این پیچی که استفاده کردیم. خروجی کارو ببین یه بار دیگه. خونبندی و اسکلت کار نزدیک شدیم، میریم یه تست بگیریم. کمپرسوری که دیدی قراره یه همچین فشار هوایی برای ما درست کنه. قطعا مکانیکی رفتی تا حالا و این کمپرسورها رو دیدی. خب با استفاده از خروجی هواش، یکی از دم دست ترین کارا همین مکانیکی هست که همشون یه دونه کمپرسور دارن، یه خروجی هوایی به ما میده. حالا ما این خروجی هوا رو که کلا 5 6 بار فشارم لازم داره رو قراره وصل کنیم به این توپ بدون گلولمون. آره خب گلوله نداره که، برای گلوله چیکار میکنیم؟ حالا مشخص شد که از ساچمه استفاده کردیم برای گلوله. خیلی خوشگل داره میشه و اینو قبلا خودم دیدم، الان قراره شما هم اجراش کنیم. خب همه ی دم و تشکیلات این داستان جذاب شکل گرفته، مونده یه تست نهایی که چطوری قرار کار کنه. خب وقتشی که اون کمپرسوره رو را بندازیم، بیاییم وصل کنیم به این نمایی کلی نگاه کنیم. سه جذب شدن کار میتونی همچین نمایی آتیشی هم بهش بدی که میشه گفت سرگرم کننده تر میشه. و میتونی یه سری چیزهای دیگه ای هم قاطیش کنی، اما لایک کنی ویدیو رو، یه ویدیو خیلی متفاوتی بود. سوالی که من ازت دارم، میتونم این سبک ویدیوها رو ادامه بدم یا تک و توک این وسط ها بذاریم لابلای ویدیوهای آموزشی؟ بس دیگه به نظر شما داره. پس تو میتونی کامنت بذار
که آقا چه ویدیویی بیشتر به دردت میخوره، حال میکنی باش. تو این مورد یه مقدار با چشنی فان یا نه همش آموزشی باشه یا ترکیب این دوتا رو بزنیم بذاریم. اونو کامنت این ده. کانال دیگه کم مونده بود توش فان بذاریم که اونم گذاشتیم. خب کلی ویدیو آموزشی قرار گرفته، هر چیزی راجع به صنعت بخوای تو این کانال پیدا میشه، از الکترومتورا بگیر، گیربکس ها، هیدرولیک و پنوماتیک و کلی موارد دیگه که با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما میتونی همه اینا رو رایگان داشته باشی. یه گیر و گوری از تو رو رف میکنه، 600 تا ویدیوه. اگه زنگوله بغلش هم بزنی ویدیوهای جدید داریم که میاد برات، هر روز میتونی استفاده کنی. بازم لایک کنی ویدیوها رو، جای دوری نمیره. مرسی که تا آخر این ویدیو ما همراه بودید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.